سلام رفقای خوب، پایه و دوست داشتنی. تا امروز مدل‌های کاستوم شده زیادی از گوشی‌های تلفن همراه ساخته شده. کاستوم برای گیمینگ به واسطه پردازنده گرافیکی قدرتمند، کاستوم برای عکاسی به واسطه لنز و سنسور با کیفیت تر، کاستوم برای گوش دادن به موزیک به واسطه اسپیکرها با توان خروجی بالاتر و تفکیک صدای بهتر و کلی چیز دیگه. ولی کمتر به طور تخصصی روی ساخت گوشی تلفن همراه برای کانتنت کریترها تمرکز شده و بهتره بگم شاید اونقدر فراگیر نبوده که تولید کننده های تلفن همراه رو مجبور کنه وارد این بازی بشه. اما به تازگی سونی با بنچمارک اکسپریا وارد این بازی شد. مسعود اینجاست و این چنل بی پرو. قبلش این رو بگم، سونی همیشه با تولید دوربین‌های حرفه‌ای برای تولید محتوا و اکسسوری‌های خفن، مارکت محصولات مربوط به تولید محتوا رو توی دست خودش داره و امروز که من می‌خوام در مورد محصول جدید سونی یعنی ایکسپریا 1 مارک 5 صحبت کنم، می‌دونم خیلی برای خود سونی چیز جدیدی نیست. توی نسل‌های قبلی مثل ایکسپریا 1 مارک 4 قابلیت‌های خوبی برای تولید محتوا اضافه کرده بود و همیشه از سازگاری تلفن‌های همراهش با دوربین‌های سونی بهره می‌برد. مثل استفاده از اپلیکیشن انحصاری سونی برای استفاده از تلفن همراه به عنوان مانیتور هد که روی دوربین قرار می‌گیره و جزئیات بیشتری رو به کانتنت کریتورها میده. این بار اما سونی با جسارت هرچه تمام‌تر ایکسپریا 1 مارک 5 رو به عنوان یه دیوایس برای تولید محتوا معرفی کرده، چرا که تلاش کرده تا جایی که امکان داره با دوربین‌های سگانه زایس تصویری رو برای ادیت به تولید کننده محتوا بده که خیلی شباهت به دوربین‌های سری حرفه‌ای سونی یعنی آلفا داره، مثل آی تریکینگ یا استی فوکس آن آبجکت. و همچنین در کنار دوربین‌های سونی یه مکمل تمام عیار هست، چرا که نه تنها به عنوان مانیتور هد و ریموت همه یه کنترل منوال دوربین رو در اختیارتون قرار میده، بلکه خودش به عنوان ریکوردر میتونه تصویر دوربین رو ضبط کنه. کسایی که کار ویدیوگرافی میکنن بهتر متوجه حرف من میشن. ایکسپریا 1 پرچم داره و جای تعجب نداره که از صفحه نمایش 6.5 اینچ AMOLED 120 هرتز استفاده کنه و از پردازنده گرافیکی قوی یعنی ادرنو 740 بهره ببره. ضمن اینکه سونی توی این دیوایس برای پردازنده اصلی از اسنپ دراگون 8 نسل 2 استفاده میکنه. این دیوایس برای خود سونی پروژه جدی هستش. اینو از رنگ‌های ارزش شده برای محصول میشه تشخیص داد، مشکی مات و سبز کامو. خودشون بهش میگن سبز خاکی. جذاب نیست؟ حتما کامنت کنید. اگر از من بپرسید میگم نمیدونم. یعنی هم نه هم آره. حتی احتمال میدم این پروژه ممکنه شکست بخوره در این حالی که هیچی کم نداره. وارد جزئیاتش میشم چون خیلی جذابه. اگر مثل من از سونی آلفا استفاده میکنید این گوشی قطعا یک ابزار کاربردیه. قشنگ حس میکنی خون آلفا توی رگاشه. قابل مقایسه نیست با گوشی های پرفروش بازار مثل گلکسی های سری S که حس میکنی باید مواظبشون باشی. خودش مواظبته. بدنش یه تکسچر نامحسوس داره که سره میخوره، خشبر نمیداره و جای اثر انگوش کمتر روش میمونه. خشاب سیمکارت که سیمکارت نانو ساپورت میکنه با ناخون باز میشه، نیازی به پین نیست. ضمن اینکه مقاومت در برابر آب IP68 داره. 5G، Wi-Fi 6، بلوتوث 5.3، 12 گیگابایت رم برای انتقالشون به کامپیوتر برای ادیت لازم میشن. سنسور اثر انگشت که کنار گوشی تعبیه شده که به نظر من خیلی کاربردی تر از اولتراسونیک روی صفحه نمایشه و خوشحال کننده برای من اینکه جک 3.5 میلیمتری صدا از روش حذف نشده و برای دسترسی به صدای حرفه‌ای وجود داره. اصلا راحت از کنار فیچرهای گیمینگ عبور نکرده. گیم لانچر انحصاری و اپلیکیشن انحصاری استریمینگ سونی به اضافه تاچ اسکن 240 هرتز که همین گیم لانچر کلی فیچر خفن در اختیارتون میذاره و اجازه میده همه تنظیمات بازی رو سفارشی سازی کنید، حتی صدا رو. دیگه قابلیت شارژ وایلس و شارژ بک تو بک برای اکسسوری ها بماند. درست شده که باهاش کار کنی، نه فقط باهاش توی اینستا وقت کشی کنی. درست شده به عنوان یه ابزار ازش استفاده کنی. برای همین از صفحه نمایش کرو خبری نیست. همینطور که دارم در موردش حرف میزنم بیشتر بهش علاقه مند میشم.
آخرش بریم سراغ اصل مطلب. یک کنسول، سه تا دوربین با برندینگ زایس، میکروفون و فلاش. دوربین اول دیاف 16 F2.2، دوربین دوم دیاف 24 F2.8 با تکنولوژی اکسمون موبایل سونی، دوربین سوم دیاف 85 تا 125 F2.8 با ترو اپتیکال زوم، هر سه با سنسور 12 مگاپیکسل 120 فریم 4K هست. اما موضوع نگران کننده برای من سایز سنسور هستش که متاسفانه نمیدونم، بذارید چیزی نگم، من اندازه سونی از تکنولوژی سر در نمیارم، اما اونقدری که از دوربین سر در میارم سنسور 1.35 به نسبت اینکه میتونست یه سنسور 1 اینچی بذاره، نمیدونم، حداقل برای دوربین اصلی یکم برام گیج کننده است. در این حد بهت بگم از سنسور دوال پیکسل بهره میبره که کمک میکنه توی نور کم و شب پرفورمنس بهتری از دوربین بگیرید و نویز خیلی کمتری داشته باشید. جزئیات بیشتر رو که توی سایت سونی هستش توی کپشن براتون گذاشتم، حتما برید نگاه کنید، خیلی خفنه. سعی کردم ویدیو رو خیلی کشش ندم، سعی کردم هر آن چیزی که وجود داره رو خیلی خلاصه کنم بهتون انتقال بدم و تا ویدیوی بعدی بدرود.